گدازانی کرد. من میخونم سوالو که تو باغش بیاید تا جوابشو بدیم دنبالش. سوال شده که بین دو تا فرزند که یکی در خانه فقیر و یکی دیگر در خانه ثروتمند به دنیا میان، حالا این نویسنده نوشته او یعنی فقیره تا آخر عمر مشکلات داره، حالا به نظر ایشون ثروتمندم کوچکترین مشکل نداره، اینجور نیستش، حالا فکر چطور میشه این داستان ها و اینا مثلا چه؟ حالا یه صلوات بفرست. تو نقل ها داریم که خداوند از ملک الموت پرسید که این همه افراد رفتی قبض رو کردی، تا حالا شده برای کسی دلت بسوزه؟ هم سوالی که این برادر میکنن که از دخه زده اونو کشته، حالا اون که علت هم نمیدونه، واقعا بره جونار میگیره میاره، از که پروردگار خوب فرمان بود و ما اطاعت میکردم اینو، اما در این حال گفتش که یه دو جا من خیلی همچین، یکی این که یک کشتی به هم شکست تو دریا، کشته ها که میشکست تخته تخته میشد دیگه، بار و آدم و همه میفتن تو آب. خب این تخته ها که تخته تخته بود، بعض وقتا به تخته ها گیر میکردن، بعضیا گیر میدادن خودشون، ولی حالا تخته آخه چیکار ازش میاد، حالا چند ساعت هم تخته میبره، بعد گشنگی تشنگی، حالا حالا اگه یک کشتی از دور ببینه بیاد مثلا از این حرف. گفتش که خدایا من همه رو مأمور بودم قبض رو کنم، یک زنی بچه شیردهش رو دست گرفته بود رو تخته، به من گفتی مادر رو قبض روح کنم ولی بچه رو دستور ندادی، من هی تو فکر میرفتم که این بچه چی شد، دلم هم میسوخت براش که بچه چی شد، آخه تو دریا و ما ننه هم که مرد رو دست ننه و چی میشه، آخه یک دیگه برای که دل سوخت، من اون بچه سوخت. گفتید این شداد، شداد بودش که با جناب صالح در افتاد و بهش درست کرد و حوریه جمع کرد و نم خش طلای خش نقره کاخ ساخت و نم چه بهش درست، این خیلی طول کشید، خیلی زحمت کشید تا این بهش رو درست کرد، ادعا خدایی میکرد در مقابل او پیغمبرم به مردم بگم منم بهش دارم، خدا اونو ولش کنم بهشت من. این بعدم آماده شد بهشتش بالاخره بعد از مدت ها، اون روز که داشت بازگشایی میکرد بهشته که بره ببینه خیلی خرج کرده، این رفت با جمعیت رسید پیاده بشه بره تو بهشت، گفت خدایا یه پاش تو زین اسب بود یه پاش رو زمین که بعد الان اون پاش رو بیاره دیگه، گفت من دستور داشتم الان قبض روش کنم. دلم سوخت که این همه زحمت، یعنی 20 سال 10 سال چقدر زحمت کشید، دو قدم نرفت این پیشته که دیدنی بکنه همین درجا. خدا فرمود ملک الموت، این شداد همون بچه بودش. من نجاتش دادم کنار دریا آمد، بز کوهی به شیر میداد، فرستادم بچه شد. ببینید تا داستان داره تا کجور شد شداد شد. تو در واقع دلت به حال یه نفر سوخته. ببینید خدا من اینجور نیست که بگم تو خانواده فقیر، فقط این حالا هی عوض بدن در این حال. ببینید ماها تو دنیا اینجور خیال نکنیم که الان این خونه راحت و این چه و چه خوشی ها اینا هستش، خوشی ها و ناخوشی ها تو عالم برداشت و مقایسه و اینها شروع میشه، بچه دل بزرگ میشه، این بچه در حال بزرگ شدن با همون شرایط محیط با همون شرایط آشناس، ولی وقت ممکنه مثلا بیفته پاش بشکنه، خب تو خانواده اغنی هم بیفته پاش بشکنه، اصلا اون براش فقر و چه و اینا نده، اصلا ندیده اون دنیای زیبا رو که حالا ندیدنش براش چیز باشه، هم ممکنه گیزه هر چیز تبینم بزرگش براش میلقه با همین آدم، حالا سن بیاد بالا تا چی داده چی نداده، اون مسائلی که خداوند با هر کسی داره، این لذتی که کشاورزی دهاتی مثلا بررش میبره
ممکنه که این آقای ثروتمند تو شهر از میلیارد اون لذت رو نبره. لذت ها اینجور نیست که مثلا رو این فکرهای ما، از اون برداشتی که داره، از اون خوبی که، ذوقی که داره، فکری که داره، اینا متفاوته. اینا رو در عالم با هم مقایسه نکن. میگن یه دانشمندی یه مشکل علمی داشت، خیلی فکر میکرد این حل بشه، بالاخره یه شب حل شد، اینقدر خوشی بهش دست داده بود که داد میزد که کجا هستن سلاطین عالم که بیان ببینن که غیر ممکنه اینقدر خوش باشن که معنا خوش. چون خوشی یه چیز برداشت شخصیست، نه الان مثلا به کاخ و قصر رو میگه همین مشکل علمی من حل شده، اینقدر بهم داره خوش میگذره که اصلا تصور نمیکنم کسی اینقدر خوششون بده. اینجور نیست که همش پول و زن و قدرت و خوشی ها چیه، مسائل چیه. و اون وقت از همه اینا بگذاریم، خداوند اداره میکنه، روزی ها رو میاد میده، امتحانات دنبالش هست، روابط و ضوابط هستش. از اون وقتی که دیگه فهمیدگی ها میاد و فهم و درک ها، اعمال خودمون اثر میذاره رو زندگیمون، بدی ها، خوبی ها، صفات خواه، اینا همطور هست، همه جا هم هست، این بساطا همه جور هست. الان شما اگر بررسی بکنید کل تاریخ های دنیا رو، اشخاصی که پیشرفت های علمی کردن تقریبا همشون، نبتونه که کلی باشه ولی خیلی زیاد، اشخاصی که پیشرفت های حکومتی کردن تقریبا اکثرشون، اینا از خانواده های فقیر و رنج دیده و گرفتار اومدن. اینجور نیست که خیال کنیم اون قسمت این قسمت ها داره، اینا نیست. همه های خمینی بند خدا باباش کشتن، ننه و بچه و نشه بیاییم یک وضعی که شما اصلا به گرفتاری تو اون سختی ها و اینا اشخاص درست میشن، تو پر قو و مامان و بابا خبری نیست. تمام بگردید اصلا تو پیشرفت های علمی تقریبا همه، حالا هستم به کمن که خانواده رفاه بوده شد، پیشرفت های دنیا اکثر اونا هستن. این که ما فکر کنیم این طور چه بود، یعقوب لیث باباش رویگری میکرد، همش زحمت و کتک و ناراحتی و فقر توی زندگی به این سختی، چه شد چه شد چه شد تا این مدتی حکومت کل ایران دستش بود. یه بند خدا حالا شون بگفتش که شعر و اینا که راحت داره، شعر درست کرده بود، میگفتش که سالی افتاد فتنه ای در شام. شعر ها، شعر شاعره، حالا شعر گفتن یا بوده قضیه شده یا اینکه شعره، ولی شاید شده باشه. شام خب معمولا هی پایتخت بوده و هی محل حکومتی بوده. میگه یه سال به هم ریخ اوضاع، به قول ما انقلاب شد، تغییر رژیم شد و به هم ریخ، همه چی هر کس از گوشه و فرا رفتن، یعنی همه سیستما به هم ریخ. روستا زادگان دانشمند به وزیری شخص شاه رفتن، شاهزادگان ناقص عقل به گدایی به روستا رفتن. اینجور هست دنیا، خیال نگن از خبر پیشرفت های مغز. یه روز کسی آمده بود وزیر ما بنده خدا سلام علیکی، گفته این مال فراهانه، یادم آمد که امیر کبیرم مال فراهان بشه. میرزا تقی خان امیر کبیر اصلا فراهانی و پدرش طباخ قائم مقام، پدرش آشپز بود و خودش در صغر سن و عهد طفولیت در منزل قائم مقام با پسرانش هم درس و هم بازی بوده. پسر آشپزه کارش به جایی کشید که زد بالا تا اون از خود اون قائم مقامم رب بالاتر تا امیر کبیر. دختر بزرگش زن مظفرنشا شده که اون شاه بعدی نوه امیر کبیر هم بودش. فهم و درک و علم و کمال و اینا، حالا خورده برو عقبتر، آشپز باباش هم بالا داد و فراهان اومده،
اینجور نیست که خیال کنید همه این پیشرفت ها از اون طرف خوب بچه های اونا اونجوری مثلا چه، نه که حالا کلی باشه، ولی این خیال ها اینجور نیست که ما تو ذهنمون چه میکنیم. بشر اگر از وقتی که فهم و درک داره، حالا 8 سال 9 سال که میشه و یواشاش میفهمه درک میکنه تا برسه بلوغ و اینها، خوب سلامت باشه، فعالیت کنه، دنبالگیر باشه، پیشرفت میکنه، راهاشو باز میکنه، جلو میره. بله همه جا ستمگری هست، خب توش ثروتمندام هست، توی دهات هم هست، اینجور که ستمگری اینجا هم اینجا هم درگیری ها هست، مسائل هست، مطالب هست. قرآن که قسم میخوره والعصر ان الانسان لفی خسر، بعضی از مفسرین ما عصر رو به معنای فشار، عصر لغتا به معنای فشار هم هست، عصیر یعنی انگوری که فشار میدن آبش میاد، میگن عصیر عنبی، تحت فشار آبش میرسه، عصیر، عصر به معنای فشار هم هست. اون وقت می نویسن که خداوند به این فشار که داره قسم میخوره، اینی که باعث پیشرفت انسان ها میشه، تحت سختی و فشارها اشخاص پخته میشن، زرنگ میشن، زبده میشن، فکور میشن. انگلستان حالا از کی داره به دنیا اربابی میکنه و چه خبره الان و چه جور و اینا، شما هم بدونید حالا چقدر هست نیست اینا. علت این که ارباب دنیا شده بدبختی شده، گرسنگی، بی چیزی. این جزیره است، دور تا دورش دریاست. الان نگاه نکنید که حالا پیشرفت اون قبلش کفایت هم نمی کرد، مردم و سکن اونجا بودن، از زندگی از زور نداری افتادن به دزدی دریایی کردن. دزدی تو دریایی خیلی سخته، به چه زحمتی بعد باعث سوار کشتی شخواه، تو کشتی دعوا به اندکی میفته آدم تو آب میمیره، دریا خوشتون دیگه خیلی زد و بند میخواد که تو دزدی دریایی یه چیزی گیر دوزا بیاد. از اونجا شروع کردن، بازم نمیشه آخه بالاخره، ولی تو فکر چه کنیم چه کنیم، هی سختی و فشار چه کنیم چه کنیم چه کنیم، تمام دنیا برن زیر سیطر خودش. اون وقت سلطان حسین صفوی تو اصفهان، ایش بچه شاه ها اینجوری هی گفتن آقا افغان ها تا اونجا آمدن، گوه حالا بقیه بسته مونه، آقا تا اونجا آمدن، اصفهان محاصرش با خود اصفهان بسته، آقا فلان جا رو گرفتن بسته. ببینید یعقوب لیس از گدایی را میفته، مملکت میگیره، شارل سانسون از خوشی حتی محل خودش هم دفاع نکرده. اینجورا نیست که توی خوشی ها پیشرفت ها باشه و چه، البته نه که کلی هم باشه، خب بلای عقل و فهم و درک میخواد، خب ممکنه تو اونام باشه. این فرمولا به ذهن ما میرسه، اون چه داره میگذره درست میگذره، مسائل خوب داره میگذره، خداوند خوب جوری تقسیم کرده اونه که کرده. البته ما خودمون دخالت کنیم، دخالت های ما که گردن ما هستش. شما رفتی کارمند شدی، آدم خوبی باش، قانع باش، رو حساب کتاب باش، متدین باش، هی پیشرفت میکنی، هی زاهد کار نکردن، تقلب، نه گشادبازی، چی فلان، خب بیچاره میکنن همه جمع تو کشاورزی هم هم توی بازار هم شما بریم، من دیدم افرادی تو بازار راه نیفتاده شروع کردن به خونه خریدن و زد و بند مال مردم میره چی افتادن، هم خیال کردین پولا دستشه. همه جا این خرابکاری ها صدمه میزنه و همه جا فکر و فهم و درک و دی ایمان و اینا جلو میبره. اینا اینجور نیست که به جاهای مختلف فرق داشته باشه. جوری دیگه براتون بگم، ببینید شما فرض کنید که یه خانواده یه وضعی دارن، اوضاعی دارن، ما آمدیم و آی خمینی رو خبرش کردیم، آی خمینی هم زنده است، مثال میخوام درست کنم، با همون قدرت و پول و امکانات و رهبری و حکومت اینجوری، نه خمینی 20 سال قبلش هم اینجوری، وارد معرفش کردیم، گفتیم آقا بیا تو این خونه به اینا رسیدگی کن. شما بعد از اینکه آقا میره تو اون خونه و میدونی مشغول میشه، دیگه خیالت ناراحته، دیگه فهم داره، درک داره، علم داره، فقه داره، قدرت داره، توان داره، میرسه بهشون دیگه.
خدا تو همه خونه ها هستش، مشغول کارش هم هست. نمیخوادم شما برید برش چیز یاد بدی یا یاداوری بهش بکنی یا نصیحتش بکنی، او در کار خودش میکنه، درست انجام میده، خوب انجام میده. اینا افکار باطلیست تو ذهن ها میادش، همچنین چیزی برای خودش میشه. من اینجا خدمتتون نشستم، شما خیلی به من بچه آخوندن، بابای من نوشتن خوندنم سخت میشه، خیال میکنی من تو حوزه علمیه و مثلا توی محراب مسجد بزرگ شدم، اینجا صلاح نیست براتون بگم، اگه پایین براتون بگم من کجا بزرگ شدم تعجب میکنی که اینجا این باید الان یه آدم کشه لوت بی پدر مادر من، این خبر هم نیست. ما ها فکر میکنیم انتخاب خود انسان ها هست. دیدید علمای خیلی بزرگتون و واقعا خوب، واقعا عالم خوب، نه چیزی، یکی دو تا بچه هاشون به عنوان منافق حتی خودشون اعدام کردن. خیال نکنید تا بعدم بچه آخون شد و ننش نماز شب خون شد و باباش شیخ آخون شد، این دیگه درسته؟ خب نیست دیگه، ببین برعکسش هم هست. یا آقای رو رفتیم چند سال پیش خواستگاری براش از مسئولین عالی مقام مملکت شماست، اینقدر خوبه که اصلا حساب سلمان فارسی روش باز میکنه. یه دونه زن چادری نداشت که بیاد با ما بریم برای خواستگاری، یا آخرش ما دو نفری با اخوی رفتیم برای خواستگاری، حاضر نشدن، یعنی خانواده به کل در و داغون، حاضر نشدن چاستش، اونم ول کردی ما رفتیم. حالا چیزی خوشمزه یادم مونده بود، این محاسبه رو با عروس صحبت کنه که ببینن همون میپسندن، ازدواج بود دیگه، پدر عروس توافق کردن که یه دو ساعتی موسیقی بخونیم که این بیرن صحبت میکنن بلا به هم نگام بکن. این خدا خیلی داشت میرفت محجوب بود چی بگم، بار اول به من و اخوی گفت چی بگم الان میرم، من گفتم تو گفتم برو بهش بگو از من شوهر بهتر گیر نمیاد. حالا ببینید این خبران نیست که خیال بکنه کسی تو خانواده عرق و شراب و قمار و زنا و لواط طرف بد میشه، طرف میشه بسمشه پسر یزید ابن معاویه. خونه یزید چیزی جز لواط و زنا و آدم کشی و دزدی، هر بدی بخش متاسق همش بودش. اومه یک کسی درست میشه که مراجع خاک پاشو به چشم میکشن، کی میتونه پسر یزید بشه؟ 15,000 پول خورد میدن دست من اگه حریف شدن دیگه بگیرن، مملکت به اون عظیمی که ایران دو تا استانداریش بود دست این آمد، یعنی بیعت کردن باش خلیفه شد، رسمن اعلام کرد که خدا لعنت کنه ابو بکر ابن ابی قحافه رو، اعلام کرد خدا لعنت کنه عمر ابن الخطاب ملعون رو، خدا لعنت کنه، این میگفت عثمان رو، و خدا لعنت کنه جدم ابو سفیان رو و جدم معاویه رو و پدرم یزید رو، سریعا گفت تمام اینا اهل عذاب جهنم هست، حق با علی ابن ابی طالبه و امام زمان الان زین العابدینه، باید همه حکومت رو تحویل او بدیم و مثل غلام حلقه به گوشی در اختیارش باشیم. 11 شبانه روز سران بنی امیه نصیحتش کردن. اون نصیحت هایی که من دیگه کارم آخونده، جرأت دارم این حرف رو بزنم، اگه خود من بودم با این درس و اینا، اونا هم حرف میزنند، اونا هم بچه نیستن، سران سیاسی دوتا دهاتی نیستن، محکوم کردم برای من حریف نبودم، دیدن حریفش نمیشن میخواد این کارو بکنه، مسمومش کردن کشت. این ایمان از کجا پیدا میکنه؟ تو خونه یزید گوشش حوزه علمیه بوده، بشر خودش میخواد خوب بشه میشه، میخواد بده بد میشه. بله بله، اصحاب کهف که الان آقای روشن اشاره کردن، اینا وزیر وزرای دقیانوس بودن. تو اون فیلم هم گفت اینا شازده های رومی هن آمدن اینجا، ما کردیمشون سمت بشون دادیم. اون وقت شدن اون مؤمنین عجیب غریبی که یه سوره کهف قرآن ما به اسم کهفشونه، الان هم خوابن.
بشر اینطوریه، اینجور نیست که بگم که مثلا محیط چی. بله تو محیط های ثروت گاهی خیلی مفسده ها، مریضی، گرفتاری، فلان چن، برعکس هم هستن که حالا اینا همه جا هست، اختیار. بله جعفر کذاب پسر امام علی نقی 80 تا زن گرفته بود. حالا تو پرانتز ولی مرد بود. میگن اکثر سامرا سنی ها که سنی هن شیعش کمه، اکثر اینا بچه های جعفر کذاب. این دیگه وقت نداشته بند شرش به من دیگه. حالا چه ببینید اینا متفاوتاته، اینا متفاوت. اینجور چیزا رو نکنید، خداوند خوب داره اداره میکنه، همه چی حکیمانه و درسته، اشخاص سر سفره کار و فکر و بساط خودشونن، خوب بد هر جوری همش حکیمانه است، همش. اون وقت هم تازه این دنیا چند سال سالشو قبرستونا معلوم میکنن، بچه 6 ماهه میمیره، بچه شیرخوره میمیره تا 90 و تا 100 و فلان ساله، تشمه که چقدر عمر این ده. الان عمر متوسط ایران بین 50 و 60. متوسط یعنی پیر مردار با کم سن جمع بزنیم معدل بگیریم، کم عمر، عمر متوسط ایران زیاد نیست. یه مملکتی شنیدم بین 60 و چند اونا مثل که زیاد عمر کنم، 60 یه دونه سال در مقابل بی نهایت آخرت، اینجا چیزی نیست که خیلی ما حساب اون پرونده ها میره اون ور، حساب ها اصل زندگی ها اون طرفه. بعد از اینی که شما میدونید که در دنیا کار دست خداست، دیگه راحت باشه، خیال خدا خداست، نه خواب میره، نه چرت میزنه، نه قایبه، نه ضعیفه، نه اینکه چیزی میخواد حالیش کنه، نه بله. شوخی درست کردن اون همشهری های ما، آخه امروز گرس کردم خدمت های روزن من دعوت کردن آقای نجا جلس هست که بریم، ما که وقت نداریم، هم همشهری هم این شوخی، البته قضیه الان اگه شده باشه مثلا بالش 60-70 سال پیش، یه همیون، همیون کیسه های چرمی، اون وقت سابقا نخواه اینا کیسه های چرمی هم بوده، همیون بهش میگفت، این گندم توش بوده، بسته بوده البته درش، رو دوشش بوده، داشته از یه رودخونه میرفته اون ور، رودخونه رو خون میزنم وسطش رو بلاخره بیم، یه اون وسط رودخونه دعاش میگیره که دعایی بکنه، میگه خدایا این بند کار ما رو واکن، گره کار ما رو واکن، یه گره همیونه وا میشه، خب یه گندم تا میاد کنترل کنه کلش میرزه تا از هوا نمیشه، میگه خدای آقا تو 100 ساله داری خدای میکنی فرق گره هم بونو گره کارو نمیدی. نه چرا، خدا هم 100 سال بیشتر داره خدایی میکنه، هم فرق بین گره کار با گره همیونو میدونه. یه شوخی هست، بله کار دست خداست، داره میگذره، حسابه، همه رو حسابه. گونه هستش که تو روایت دیدم کسانی که در دنیا مصائب و گرفتاری رو خدا براشون البته پیش بره، خودشون که خوب تاثیر خودشون، اونقدر اجر و مزد در آخرت خدا بهشون میده که آرزو میکنن کاش تو دنیا بدنهای ما رو با مقراس تیکه تیکه میکردن از این مزدا که حالا داره میده. تو روایتی دیدم که خدا به فقرای مؤمن در قیامت میفرماد مصلحتتون این بود که من دنیا رو بهتون ندم ولی ازتون الان خجالت میکشم، هر چی میخواید بهتون میدم 70,000 برابر اون چه از اول دنیا تا قیامت خلق کردم همه رو براتون تو بهش خلق کردم، برید بعد. آخه صلاح و مصلحت ها هست تو کار، بعضی مطلب هم خیال میکنه، بعض وقتا صلاح نیست کسی ثروتی که خیال میکنه دستش بیاد چون اون ظرفیت رو نداره، خودش حالا خیال میکنه، خب بشر خودش هم رو خودش چیز داره دیگه. خداوند به خیر خواهی، بعضی از اون طرف حتی تو روایت دیدم که بعضی ها رو خداوند اگه بهشون ثروت نده گرفتار میشن، کافر میشن، منت خداست در اون شرایط،
که مثلا همش حسابای حساب شده تو کاره. راضی باشیم، تو راضی هم نباشیم چاره هم نداریم. برو حالا اون چه میگذره دست خدا 100% درسته، حکیمان است، خوب عمل میشه، بر هر چیزی هم خدا قادره، ضعف و اینام نداره، میدونه چیکار. بلکه اونی که البته به ماها ربط داره و ماها خراب میکنیم، اون دیگه خوب خودمونیم دیگه، خراب نکنیم، زحمت بکشیم جلو بریم چه بکنیم، اون دیگه بخشایست مربوطه به خودمون هستش. خرابی هایی که ماها در هر شرایط ایجاد میکنیم برای خودمون، خوب بالاخره گرفتاری هاش هستش. قرآن خبر داده 4 جای قرآن که انقدر بشر خرابکاری میکنه که اگر این نبود که خدا حالا نمیخواد دست به کار بکنه، یعنی مطابق عمل برخورد بکنه، و الا ما ها سزاوار بودیم که تماممون رو بمبریم. یعنی اینقدر خوب عمل نمیکنیم ما همچین، خیلی علیه السلام به خودمون نگاه، اما که به خود ما رب داره، میزون ما ها عمل نمی کنیم، این گرفتاری رو چیکارش بکنیم؟ ببینید این آیه آخرین آیه سوره فاطره، آیه که تموم بشه سوره یاسین شروع بشه، جاشو میگم که بخواستید ببین. لو ولو یعاخذ الله الناس به ما کسبو، اگه خدا میخواست با من که اینجا نشستم مطابق عملم بام برخورد کنه و شما و هر کس رو، الناس ما ترک علا ظهرها من دابه، ترجمه زیرشو میخونم، و اگر خدا از کردار زشت خلق مؤاخذه کند در پشت زمین هیچ جنبنده‌ای باقی نگذارد. اینقدر بدیم که به گناه های ما ماهیا و درنده ها اینا ما بمیره، هیچ جنبنده‌ای نمیمون. ولکن یؤخرهم، نمیخواد این کار رو بکنه، مدت ها رو میده الا اجل مسمی. ما همچین خیلی چی نیستیم ها، این قسمت هستش، 4 جا قرآن این قسمت هستش. مثلا سوره کهف هم اونجا یه آیه داره که اگر با این اعمالتون بخوام با تون برخورد بکنم، خیلی زودتر از اینا نسختون پیچیده میشه. ببینید آیه 58 سوره کهف، و ربک الغفور، ای پیغمبر خدای تو خیلی آمرزنده است، ذر رحمه، خیلی با رحمت با خلقش برخورد میکنه. لو یؤاخذهم بما کسبوا، اگه مطابق اعمال میخواستم با اشخاص برخورد کنم، لعجل لهم العذاب، خیلی زودتر نسخه پیچیده میشد. بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موعد، بل مهلت بهشون میده تا یه زمانی که اینجوری. ببین ما وضعمون اینطور خرابه، وضعی همچه اوضاع و احوال اینجوری. دو جای دیگر قرآن هم هستش، خیلی رحم میشه، خیلی 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 کمک میشه، خیلی خداوند غفران و رحمت شامل میکنه، خیلی تازه حالا مثلا اینجور میشه که اللهم صل علی محمد.